گلوله‌باری مرگبار در آمریکا که در نتیجه آن چندین تن کشته و زخمی شدند. کشته شدن یک سرباز آمریکایی در ولایت فرا. اتهام روسیه بر نظامیان آمریکایی مبنی بر دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در افغانستان. سرازیر شدن سیلاب در نتیجه شکستن کنار یک حوض طبیعی در بدخشان. بازداشت یک گروه تبهکار در کابل. و در پایان دعوت پاکستان از عبدالله برای سفر به این کشور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. دعوت پاکستان از عبدالله برای سفر به این کشور. زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل در دیدار با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از او برای سفر به اسلام آباد دعوت کرده است. بر بنیاد اعلام سپیدار، این دیدار امروز یک شنبه 15 سرطان انجام شد و آقای عبدالله و سفیر پاکستان درباره روند صلح گفتگو کردند. سفیر پاکستان در کابل در این دیدار با اعلام حمایت کشور از تلاش‌های صلح اطمینان داده است که پاکستان آماده است افغانستان را در راستای رسیدن به صلح دائمی کمک نماید. او در این دیدار دعوتنامه حکومت پاکستان را به دکتر عبدالله برای سفر رسمی به پاکستان پیشکش کرده و ابراز امیدواری کرده است که رئیس شورای عالی مصالحه ملی به زودی برای تقویت و گسترش روابط میان دو کشور و تسرع تلاش‌های صلح به پاکستان سفر کند. عبدالله در این دیدار از تلاش‌های صلح و دیدگاه‌های شورای عالی مصالحه ملی درباره آخرین پیشرفت‌ها در تلاش‌های صلح، تبادل زندانیان میان حکومت افغانستان و گروه طالبان و آغاز مذاکرات بین‌الافغانی ارائه کرده است. او در این دیدار حمایت پاکستان و کشورهای منطقه را برای دست یافتن افغانستان به صلح دائمی مهم خوانده است. صدای آمریکا گزارش می‌دهد گلوله‌باری در آمریکا، دو کشته و 8 زخمی. مقام‌های پلیس ایالت کارولینای جنوبی ایالات متحده آمریکا گفتند که در اثر گلوله‌باری در یک کلاب شبانه 2 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است که این گلوله‌باری که تاکنون انگیزه آن واضح نشده است، ساعت 2 صبح یک شنبه 5 جولای یعنی 15 سرطان در ناحیه گرینویل به وقوع پیوسته است. جیمی بولت یک مقام پلیس گرینویل در یک کنفرانس خبری گفت که تاکنون کسی در پیوند با این رویداد بازداشت نشده است، اما به گفته وی پلیس در صدد دستگیری دو مظنون است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که در این کلاب شبانه کنسرت برگزار شده بود و جمعیت بزرگ در آن گرد هم آمده بودند. این کنسرت در حال برگزار شده است که به دلیل گسترش کرونا ویروس در کارولینای جنوبی شمار شرکت کنندگان گرد همایی ها به حد اکثر 50 نفر محدود شده است. گرینویل که بلندترین میزان ابتلا به کووید 19 را در سطح کارولینای جنوبی دارد، در اواخر ماه جون پوشیدن ماسک را جبری ساخت. درست 2 هفته پیش از امروز گلوله‌باری در یک گردهمایی اعتراضی در ایالت کارولینای شمالی سبب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 7 نفر دیگر شد. یک روز پیشتر از آن در اثر گلوله‌باری در میان اعتراض کنندگان در شهر مینیاپولیس ایالت مینوساتا 1 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. کشته شدن یک سرباز آمریکایی در ولایت فرا.
وزارت دفاع آمریکا روز شنبه 14 سرطان تایید کرده است که یک سرباز 21 ساله آمریکایی روز جمعه در ولایت فرا کشته شده است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تولونیوز، پنتاگون افزوده است که این سرباز وینسنت سباستین ایربان نام داشت و در نتیجه یک رویداد ترافیکی در این ولایت جان باخته است. پنتاگون از بررسی این رویداد نیز خبر داده است. در ماه فوریه سال روان میلادی نیز دو سرباز آمریکایی در نتیجه یک تیراندازی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار کشته شده بودند. همچنان به نقل از سلام وطن دار می گوید نظامیان آمریکایی در قاچاق مواد مخدر در افغانستان دست دارند. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان شماری از اعضای سازمان استخباراتی آمریکا را به قاچاق مواد مخدر در افغانستان متهم کردند. خبرگزاری تاس روسیه و نقل از آقای کابولوف گزارش داده است که شماری از اعضای استخباراتی آمریکا که روسیه را به تبانی با طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی متهم می سازند خودشان در قاچاق مواد مخدر در افغانستان دست دارند. به نوشته این خبرگزاری کابولوف این اظهارات را در گفتگو با یک شبکه دولتی این کشور ابراز کرده است. با گزارش تاس کابولوف گفته است این افسران استخباراتی شگفت‌انگیز آمریکا که ما را به امور مختلف متهم می کنند در قاچاق مواد مخدر دست دارند. هواپیماهای آنها از کندهار و بگرام پرواز می کنند. هر کجا می خواهند به آلمان، رومانی بدون هیچ گونه بازرسی می روند. کابولوف افزوده است که تمامی شهروندان کابل از این موضوع آگاهی دارند و آمادند در این باره صحبت کنند. حکومت افغانستان و آمریکا تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. این در حالی است که پیشتر روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود تحقیقات مقام های اطلاعاتی آمریکا نشان می دهد که یک واحد اطلاعاتی نظامی روسیه در جریان گفتگوهای سال به گونه پنهانی و جنگجویان وابسته به طالبان پول داده است تا نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان از جمله سربازان آمریکایی را بکشند، اما روسیه و طالبان این گزارش را رد کردند. در جریان سال 2019 که ادعا شده بود روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به طالبان پول داده است، حدود 20 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. سرازیر شدن سیلاب در نتیجه شکستن کناره یک حوض طبیعی در بدخشان. سرازیر شدن سیلاب در نتیجه شکستن کناره یک حوض طبیعی در کوههای ولسوالی کاشم بدخشان باشندگان دو روستای این ولسوالی را زیانمند کرده است. این رویداد شام گذشته شنبه 14 سرطان در این ولسوالی رخ داده است. باشندگان این روستاها و مسئولان محلی میگویند در این سیلاب‌ها چندین دستگاه کوچک تولید برق‌آبی، آسیاب‌های محلی، دیوارهای استنادی، کانال‌های زراعتی و یک پل ویران شده و راه مواصلاتی اشکاشم با شغنان نیز برای رفت آمد بسته شده است. آنان می‌افزایند اگر این سیلاب‌ها دوباره جاری شوند، برخی بخش‌های مسکونی را نیز ویران خواهند کرد. نامدار خان خالد ولسوال اشکاشم با تایید زیان‌های مالی برجا مانده از این سیلاب‌ها می‌گوید که حکومت محلی یک تیم را برای بررسی میزان این زیان‌ها و کمک رسانی به باشندگان این روستاها به محل رویداد فرستاده است. شماری از باشندگان محل که وضعیت این حوض طبیعی را از نزدیک دیدند میگویند که احتمال جاری شدن دوباره سیلاب‌ها نیز وجود دارد. و در پایان بازداشت یک گروه تبهکار در کابل. سارقین به سرقت 25 اراده موتر اعتراف کردند.
فرماندهی پلیس کابل با نشر خبر میگوید که 4 تن در یک عملیات ویژه در مربوطات ناحیه 5 شهر کابل بازداشت شده است. در خبرنامه آمده است که این گروه تعدادشان به 4 تن میرسد. شام روز جمعه در پی یک عملیات ویژه پلیس از مربوطات ناحیه 5 شهر کابل بازداشت گردیدند. خبرنامه می افزاید که مظنونین بازداشت شده در پروسه تحقیقات ابتدایی سرقت تعداد 25 اراده و وسایل نقلیه را از نقاط مختلف شهر کابل اعتراف نمودند. با افزایش جرایم یکی از نگرانی های روزانه شهروندان کابل به سرقت رفتن موتر و باجگیری برای برگرداندن پلیت دزدی شده ایشان هستند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار.